هفته‌ای که گذشت، هر هفته من و شما شاهد حادثات دلخراش هستیم، هر روز شاهد حادثات دلخراش هستیم. حمله در پوهنتون کابل، حادثه‌ای که قلب‌های همه را جریحه دار ساخت. این کارها را کی میکنه؟ بدون شک این حمله تقبیح است، محکوم است. عزیزان من، تا کی تقبیح کردن و محکوم کردن و تا به کی با جنازه همدیگر گریه کردن و تسلیت دادن؟ و رئیس جمهورم میایه تقبیح میکنه، وزیرم میایه تقبیح میکنه، پارلمانم میایه محکوم میکنه، خطیب و ملا هم محکوم میکنه، طالب و داعش هم محکوم میکنه. اینها کیا هستن؟ عزیزان من، تا کی؟ تا کی به این درد و خون بسوزیم؟ تا کی او خواهر مسلمان ما که کتاب در بغل داره به خاک خون خود بغلته و او کتابش با خونش رنگین بشه؟ تا کی؟ قضیه حمله به پوهنتون این قضیه نابخشیده نیست. عزیزان من، خیلی غم انگیز هست، خیلی دردآور هست. از این هم دردآورتر که استاد پوهنتون هست. انفجار در مسجد ایاز نیازی جرمش چی بود؟ مفلح جرمش چی بود؟ شهید استاد عارف مرادی جوان دعوتگر مشکلش چی بود؟ او حافظان قرآنی که به زیر بمباردها قرار میگیرن جرمشان چیست؟ او عروسی که عروس دامادی که لذت ترین و خوشبخت ترین روزشان هست که بمبارد میشن جرمشان چیست؟ عزیزان من، عزیزان من، تا کی حکومت و نظام چه کار میکنید؟ رئیس جمهور، رئیس جمهور از خدا بترس، وزرا و کابینه از خدا بترسید. هر روز ترور در این شهر، اینها را کی میکنه؟ عزیزان من، عزیزان من، کجاست حس اسلامیت؟ من و تو مسلمان هستیم، من و تو مسلمان هستیم. بعد از شرک بزرگترین گناه قتل ناحق هست. بعد از شرک، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله مشرک را نمی بخشه. الله به تعقیب این گناه عظیم و بزرگ بحث قتل را مطرح میکنه. الله قاتل را نمی بخشه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. برای تو قاتل میگم، قاتل از خدا بی خبر. چند پول میگیری همی افراد ترور میکنی؟ چند پول؟ یک لک دلار، یک میلیون دلار، صد میلیون دلار، چند پول میگیری؟ در روز قیامت اگر به اندازه زمین ملء الارض ذهب ولو افتدا به، اگر به اندازه پوری زمین طلا بدی از آتش جهنم خود را نجات داده نمیتوانی. چرا از خدا نمیترسی؟ خدا ترسی کجا شده عزیزان من؟ اینهایی که این افراد را میکشن، اینها با کدام مکتب تربیت شدن؟ اینها در کدام منهج روان هستند؟ رسول الله میفرمایند کسی یک گربه را به ناحق کشت، یک گربه را در خانه حبس کرد و کشت، سبب دخول نارش گردید. دین اسلام دینیه که حیوان را به ناحق بکشی، به زجر و به ظلم بکشی، جای تو جهنمه. اینهایی که در پوهنتون بودن گناهشان چی بود؟ اینها که در پوهنتون، درسته چند هفته قبل اشاره کردم که وضعیت پوهنتون‌های ما به حالت پیشمیره که عذاب الهی می آیه. بی حجابی و خلط و مخلوط و
بالاخره اختلاط زن و مرد و استهزای دین و اینها عذاب در کمین داره. اما من طرف من قاتل هست. الله سبحانه و تعالی بزرگترین گناه را قتل دانسته. نبی مکرم اسلام می فرماین کعبه و ایران بشه، قهر الله اینقدر به وجود نمی آیه که یک انسان مسلمان به ناحق کشته بشه. دیروز چند نفر به این شهر ترور شد؟ پریروز چند نفر ترور شد؟ روزانه ترور نیست؟ این ترورا را کی میکنه؟ ای مسلمان، نبی مکرم اسلام میفرماین روز قیامت اولین حسابی که گرفته میشه خونهای ناحقی که ریخته میشه اولین حساب از قاتلین هست. الله سبحانه و تعالی به صراحت بیان میکنه و میفرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. چی کسی یک نفر را به ناحق بکشه، چی کسی تمام انسانها را بکشه. این آیه قرآن هست. عادی نگیریم فلانی ترور شد. وقتی میگیم فلانی ترور شد یعنی یک نفر به جنت رفت، قاتلش به جهنم رفت. بدون شک اونهایی که دست نا به خون مسلمان آلوده هست، جای اونها جهنمه. ومن يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ای قول شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی نیست، ای حدیث نیست، آیه هست. الله می فرمایه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کسی مسلمان را به ناحق بکشه جایش جهنم است، جایش جهنمه. قبل از نماز به من گفتن مادر شهید عارف جان به نماز هست. این مادر امروز چی حالتی داره؟ این مادر امروز قلبش چگونه می سوزه؟ یک لحظه فکر بکنه ای قاتل، ای ظالم، ای خائن. انفجار در مسجد، انتحار در مسجد، کشتن در مرکز علمی و دانشگاه، کجا پست امنه؟ مسجد امن نیست، دانشگاه و پانتون امن نیست، دایی و دعوتگر در امن نیست، شخص داخل خانه خود در امن نیست. این را بدان. درسته تو را هیچ محکمه ای امروز تو را حکمت گرفته میبره داخل محبس، میگه که چند سال بعد خلاص میشم، از زندان الهی خلاصی نداری. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، قاتل همیشه در جهنم میمانه. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد له عذابا عظيما. غضب الله بر قاتل هست، خشم الله بر قاتل هست. به این عزیزان و بزرگواران چی وضعیت شده؟ در فلان جا نفر ترور شد، در مکتب ترور شد، در مدرسه ترور شد، در اینها ترور شد. این ترورار کی میکنه؟ مسلمان هست؟ والله العظيم اسمی و مسلمان هست، اسمی و فقط در تذکره مسلمان هست. مسلمان هیچ وقت آدم را به ناحق نمی کشه، قتل ناحق نداره. مسلمان دستش به خون مسلمان آلوده نیست. عزیزان و بزرگواران، پس به اینه که باید من و شما متوجه باشیم. حکومت و نظام را مخاطب میکنم، تمام این مشکلات زیر اثر و زیر بار مسئولیت برمیگرده به دولت. نظام پانتون کابل، امارت اسلامی گفت ما نکردیم، دولت اسلامی گفت ما نکردیم. خب ایرا کی کرده؟ داعش میگه نکردم، طالب میگه نکردم، کی کرده ایر؟ چرا جسدهای همو قاتلین رو به تلویزیون نشان نمیدن؟ کیا هستن؟ توفنگ اینا چی بوده؟ مرمی اینا از کجا بوده؟ کجا هست؟ چرا بالاخره اینها رو مجهول میگذارن؟ تمام این قضیه برمیگرده به این رژیم فاسد، به این رژیمی که نمیخواه امنیت بیایه. اگر میخوای امنیت بیایه به این آیه عمل بکن، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اختطافچیر میگیره کنج محبس،
طفل معصوم از شهر من و شما امروز بیش از 35 روز میشه که به دست ظالما هست. طفل معصوم چی گناه کرده؟ میگیم طفل معصوم هست، معصوم یعنی بیگناه. خود رو به جای پدر و مادرش قرار بده، پدر و مادرش چی حال داره؟ این کسی که اختطاف کرده مسلمانه، والله اسمی و مسلمانه، بوی از مسلمانی نبرده. این کسی که آدم میکشه، چگونه تو مسلمان 35 روز طفل مسلمان پیش خود گیروگان نگاه داشتی؟ این را بدان که روزی میای که الله از تو حساب بگیره. پس به اینه، آیا اختطافچی داخل محبس نیست؟ چرا به جزای اعمال اینا نمیرسانن؟ آیا ظالمین و قاتلین داخل محبس نیست؟ چرا به جزای اعمال اینا نمیرسانن؟ پس کل این مشکلات برمیگرده بر رئیس جمهور بی کفایت و بی صلاحیت. ای چی وضعیتیه؟ نان میخوری رئیس جمهور؟ نان به گلوی تو پایین میره؟ وزرا و کابینه، آیا شما غذا میخوریم؟ آیا این سفره‌های رنگارنگ شما در این وضعیت از گلون شما پایین میره؟ والله العظیم، والله العظیم، شما بوی اسلامیت که خیر، در انسانیت انسان شک میکنه. انسان وقتی در قدرت باشه یه حالت ببینه. 35 روز طفل به چنگ ظالمین، یک لحظه فکر بکن. خود رو به جای مادرش قرار بده، خود رو به جای پدرش قرار بده، خود رو به جای مادر او شهید قرار بده، خود رو به جای پدر و مادر او دختری که پیراهنش بلند شد و شهید شد. کاش دختر اشرف غنی می بود، کاش دختر عبدالله می بود، کاش دختر یکی از وزرا و کابینه می بود. ملت ای حلقوم همیشه فریاد زده و ای هنجره فریاد زده، به تقوی برابر نمی آیه. علیه این نظام قیام باید کرد. این نظام باید سرنگون بشه. این نظام از اصلاح نیست. نظامی که از یهود و نصارا آب بخوره، این قابل اصلاح نیست. این قابل اصلاح نیست. و من آقای اشرف غنی ماتم ملی اعلان میکنه. برو دختر خور به اون پانتون ببر، بچه خور به پانتون ببر، بالاخره اقارب تو حالی در اونجا تک تک می شد، باز بعد از اونجا اعلان می کردی دختر فقیر، بچه فقیر، بچه من و تو، دختر من و تو اختطاف می شه، من و تو کشته می شه، من و تو مورد ظلم قرار می گیریم، من و تو بی عزت و بی عفت می شه، من و تو تک تک می شه، من و تو از بین می ریم، من و تو. پروردگارا ما را از چنگال این کفار نجات بده، پروردگارا ما را از چنگال این ظالمین نجات بده، پروردگارا غیر از در تو دیگه دری نداره.